سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ چند وقت پیش یه فیلمی درست کردم از خریدهایی که از سایت اینترنتی تیمو کرده بودم و چون خیلی از اون فیلم استقبال شد، تصمیم گرفتم که یه فیلم دیگه هم الان درست کنم و خریدهایی که این سری از سایت تیمو کردم و بهتون نشون بدم. پس بریم که با هم دیگه ادامه این فیلمو ببینیم. اگه یادتون باشه توی فیلم قبلی هم بهتون گفتم که تیمو یه سایت آمریکاییه که اومده تمام محصولات چینی رو انبار کرده توی یکی از کشورهای اروپایی و با قیمتهای خیلی ارزونتری نسبت به سایت‌های دیگه اینترنتی میفرسته براتون. همون محصولا و همون کیفیت‌ها هستن ولی با قیمت خیلی پایین‌تری. برای کسایی که منو هنوز نمیشناسن، من شادی هستم، ساکن کشور اتریش. از مسافرتام بلاگ میسازم و هر از گاهی هم راجع به زندگی توی اتریش براتون فیلم میسازم. پس اگه هنوز عضو کانالم نشدین، حتما با زدن دکمه قرمز سابسکرایب این پایین عضو کانالم شی، این فیلمم لایک کنین. این سری هم تیمو برام دو تا بسته بزرگ چیز میز فرستاده. من قبلا جعبه ها رو باز کرده بودم چون توش یه سری چیزای خریده بودم که نمیخواستم ازش فیلم بگیرم. اولین چیزی که گرفتم ببینیم چیه؟ آینه دوباره. بچه یادتونه دفعه پیشم که فیلم گرفتم از این آینه ها سفارش دادم و زدم به دیوار جایی که پله هامون هستش، ولی کم اومد، واسه همین این سری دوباره یه بسته دیگه گرفتم که اونو کاملش کنم. خب ببینیم دیگه چی سفارش دادم. یادم نمیاد چیه. این سری جعبه‌هاشو یه خورده له شده. دلیلش هم اینه که یه چیز سنگین سفارش دادم. فکر می‌کنم اون افتاده رو همه‌شون و باعث شده که همه‌شون له شن. قاب عکس. یه سری قاب عکس طلایی سفارش دادم که بذارم روی اون ویترینی که داریم. جنسش پلاستیکی البته. من فکر کردم که شیشه‌ایه ولی باید در نظر بگیریم با این قیمتی که می‌خرین مسلماً یه چیز شیشه‌ای براتون نمی‌فرستن. خرید بعدی که کردم اینه که میگم یه چیز سنگین سفارش دادم. چراغ اینطوری نورای مختلفی داره، LED طوره که برای بغل تلویزیون گرفتم که وقتی مثلا آهنگ میذاریم و اینا با ریتم آهنگ رنگش تغییر میکنه. محصول بعدی که خریدم و واقعا بهش نیاز دارم، شاید به نظرتون خیلی مسخره بیاد، یه پنکه دستیه. حالا چرا به این نیاز دارم؟ چون اینجا تابستونا خیلی گرم میشه. اگه منو تو اینستاگرام دارین احتمالا میدونین که تابستون پیش انقدر هوا گرم بود، بعد یه مترو اومد که کولرش خراب بود، من اصلا قش کردم تو مترو از گرما. واسه همین با خودم گفتم این سری دیگه یه همچی چیزی میخرم. سه تا درجه هم داره که خنک بمونم، چه کیفی میده. جالبیش اینه با این قیمت واقعا پایین و عجیبش از این سیما هم فرستادن که شارژ بشه. خیلی چیز به درد بخوریه. چیز بعدی که خریدم ازش و فکر کنم 5 تا دونه ازش خریدم، 1, 2, 3, 4 آره 5 تا دونه ازش خریدم، این چراغای LED که توی کمد میزنن. دلیلش هم اینه که کمد لباس من چوب سیاه توش، بعد خیلی تاریکه، با اینکه مثلا اتاقمون چراغ خیلی پرنوری گذاشتیم ولی توی کمدم خیلی روشن نیست. واسه همین تصمیم گرفتم از اینا بخرم و نصب کنم توی کمدم که روشن بشه. چه بسته بندی هم داره و چه چیز خوبی هم به نظر میاد. ببینین پشتش هم اینطوری مگنت داره که شما میتونین بچسبونینش به بالای کمدتون و اینو اینطوری تپ میچسبونین بهش. آخرین چیزی که توی این جعبه هستش، این دیگه تموم شد، بندازیم بره. یه دونه جعبه است که نمیدونم توش چیه. خب یادم اومد. یادتونه دفعه پیش تو فیلم قبلی یه دونه ظرف شیشه ای طلایی گرفتم که توش دستمال توالت بچینم؟ واسه همین تصمیم گرفتم که یه دونه از اینایی که دستمال توالت بهش آویزون میکننم از مدل همون بخرم که ست بشن. اینطوری. حالا باید ببینم نصبش که کردیم چطوری میشه، بهتون نشون میدم. حتی چسب داره که اگه نخواهیم مثلا با پیچ و مهره بچسبونیم بتونین چسب بزنینش.
خب بریم سراغ بسته دوم. یه دوربین گرفتم. یادتونه پارسال یه دونه از این دوربینا گرفتم که اگه دزد میاد تو آلارم بزنه و نشون بده و اینا؟ بعدن اونو پس دادیم. دلیلش هم اینه که انقدر گنده بود که با خودم گفتم اصلا دزد بیاد تو اونو اینطوری همونجا ببینه دیگه فایده ای نداره. این سری تو تیمو نگاه کردم دیدم که یه چیز خیلی کوچیک‌تر از اون وجود داره که تقریبا یک سوم قیمتیه که من از آمازون خریده بودم. شما اینو نگاه کنین. این دوربین است. ببینین چه چیز کوچیکیه. یه چیزی که خیلی لازم داشتم از این چشم بندا بود که شبیه صورته. چقدرم کلفت و جنس خوبی داره. اصلا چرا از اینا لازم داشتم؟ چون چشم بند قبلیمو سیمبا پاره کرد اینجاشو و دیگه قابل استفاده نبود. این خوبیش اینه که گشاد و تنگ میشه و دقیقاً میشینه رو صورت. هیچ جارم دیگه دیده نمیشه. همه چی تاریک تاریک میشه. واقعاً چیز به درد بخوریه با این قیمت. این چیه؟ آها یادتونه که چند وقت پیش یه فیلم گذاشتم رفتیم خرید کردیم از یکی از آتلت‌های باحال کشور اتریش. اونجا یه چمدون سامسونت گرفتیم. این سری واسه اون چمدونه از این روکشا گرفتیم که روش کثیف و خراب و اینا نشه. وزنه دیدین از هر دوشنبه آدم تصمیم میگیره ورزش کنه. ما هم یه ماه پیش این تصمیم رو گرفتیم، گفتیم برای اول کار یه وزنه بخریم که توش همه اطلاعاتمون رو مینویسه. نگاه کنین سمارته و اصلا شما میتونین وصلش کنین به موبایلتون و توش مینویسه که مثلا چربیای بدنتون چقدره، نمیدونم آب بدنتون چقدره، کلی اطلاعات مفید میده و گفتیم که اینو بخریم بلکه ورزش کنیم. ببینیم حالا چه شکلیه. چه بسته بندی هایی هم دارن. واقعا هیچیشون نمیشه توی ترانسپورت. او واو، تا 180 کیلو آدم میتونه روش وایسته. یه چیزی که من همیشه لازم داشتم ولی زورم میومد بگیرم چون خیلی گرون بود، از این کیسه های وکیوم بود. ببینیم کلی کیسه های وکیوم توش داره به علاوه از این تلمبه ها که میتونین باهاش وکیوم کنین. ادامه یه چمدون و مسافرت و اینا از این بسته ها گرفتم که این دفعه دیگه مسافرت های طولانی مدت میریم لباسامون رو هی نچپونیم تو کیسه های مختلف زشت بشه. همه رو اینطوری خیلی شیک و مجلسی بکنیم توی این بسته ها. چه جالب که خودش توی یه بسته دیگه هم هست اصلا. ببینین اینطوری بسته های مختلف، اندازه های مختلف. مثلا جوراباتون رو میتونین بکنین تو، زیر پوشاتون رو بکنین این تو و کل چمدون رو خیلی شیک و قشنگ بچینین. خب یه چیز دیگه این تو هست که راستش یادم نمیاد چی سفارش دادم. بذارین بازش کنم ببینم چیه. آهان الان یادم اومد. دیدی مثلا میخوای بری مسافرت، مثلا کفشای مختلف میخوای با خودت ببری، بعد همه رو میکنی تو کیسه زباله خیلی مثلا زشت و اینا دیده میشه. کیسه این شکلی گرفتم مخصوص کفش که شما قشنگ کفشاتون رو بکنین این تو. اینجا هم محکم بسته میشه، از اینجا هم یه خوره شیشه ایه و معلوم میشه چه کفشی توشه. یکی دوتا سه تا چهار تا پنج تا
توی هر بستش هستش، اندازه های مختلفی هم داشت. البته اینم بهتون بگم یه چیز دیگه که گرفتیم و دوباره از سفارش های عطا بود، یه چیز خیلی بامزه ایه که من خودم تا حالا ندیده بودم. چتریه که برای توی ماشینه و اینو شما باز میکنین و کل اون شیشه جلوی ماشینو توی تابستونا میگیره و باعث میشه که توی ماشینتون داغ نشه. و ببینین چقدر هم چیز ساده‌ای به نظر میاد، حالا اگه کاربردش هم واقعا همونطوری باشه. شما مثل چتر اینو وا میکنین، ترررررن، و مثل چتر هم شما میبندینش. خیلی ساده است، مخصوصا اینکه بستنش انقدر ساده است، خیلی خوبه. کامل کامل باز کن آخه. و آخرین چیزی که سفارش دادم، این کیسه هم خالی شد. حس کردم توش یه چیزی، نه واقعا خالی شد. LED پروژکتور. همیشه دوست داشتم که روی دیوار خونمون پروژکتور بندازم و فیلم رو روی دیوار ببینم. بعد دیدیم پروژکتور ها مثلا یه کوالیتی خیلی خوب بخوایم بخرین واقعا تا 3-4 هزار یورو هم هست. فکر نکنیم مثلا پروژکتور خیلی چیز ارزونیه با اینا، ولی من گفتم ما چون تا حالا اصلا نداشتیم، با یه چیزی که قیمت خیلی کمی داره شروع کنیم و اصلا ببینیم خوشمون میاد. اون فاز رو دیوار فیلم دیدن و یا رو تلویزیون دیدن یه چیز دیگه است. و ببینین چیز خوبی که داره اینه که کلن چیز انقدیه. ببینین از دستم هم کوچیکتره، میبینین روش هم نوشته مینی پروژکتور. و اینو شما میتونین همه جا به خودتون ببرید. سیماش باهاشه، کنترل داره و یه سری سیم دیگه که با همه اینا راحت میتونین هم به موبایل وصل کنین هم به لپتاپ وصل کنین. و واقعا چیز به درد بخوری به نظر میاد. این بود فیلم امروز ما. یادتون نره اگه اپ تیمو رو هنوز نریختین، هر وقت که این اپو دانلود کنین بهتون 100 یورو کوپن رایگان میده، که مثلا شما اگه از یه حدی بیشتر خرید کنین 100 یوروش رایگان میشه. و واقعا این چیز خیلی به درد بخوریه. من خودم برای اولین بار نزدیک 200 خورده یورو خرید کردم، ولی فقط 100 خورده یورو براش پول دادم. اگه هنوز این اپو نریختین حتما بریزین. اگه شما این سایت رو میشناسین برام حتما کامنت بذارین و نظرتون رو بنویسین، ببینین مثلا چیزای به درد بخوری توش پیدا کردین یا نه. چون خیلی‌ها میان مینویسن که مثلا خیلی آشغاله، نمیدونم ما ازش لباس خریدیم. خب مسلما به اینم فکر کنین که مثلا کسی از آمازون لباس نمیخره که. واسه این باید بدونین که چه چیزهایی از این سایت میخرین. اگه هنوز لایک نکردین حتما لایک کنین، کامنت یادتون نره. اگه هم هنوز عضو کانالم نشدین حتما با زدن دکمه قرمز سابسکرایب این پایین عضو کانال بشین. شب و روز خوبی داشته باشین. خدافظ.